سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار عزیزان دل قرار بریم سراغ DLC جوزف سید در بازی فارکرای 6. اسم این DLC عزیزان کالپسه، به معنی فروپاشیدن. خب و قرار فروپاشیدن ذهن جوزف سید رو بعد از فارکرای 5 تجربه کنیم با هم. یک کشمکش ذهنی بین جوزف سید و اون صدای توی ذهنش که اینو قرار توی این DLC با هم تجربه کنیم. دیالوگ‌های خیلی قشنگی داره و یه سری رازها رو راجع به داستان بازی، راجع به این کاراکتر برملا می‌کنه، به کاراکتر خیلی عمق میده، دقیقاً مثل DLC واس که خیلی وقت پیش با هم تجربهش کردیم، همون اول که عرضه شد. و یه DLC دیگه هم میمونه از DLC سمت راست. کلا این 4 تا DLC که میبینید توی تصویر، نه DLC پولی بازیه. خب بازی تا حالا خیلی DLC داشته، ولی خب باقی DLC ها مجانی بودن، اینا پولی هن. اگه اینا رو میخواید تجربه کنید باید پول بدید عزیزان. و اینکه این DLC سمت چپ رو که اینم گرفتم، هلوش 60-70% هم تجربه کردم، چیز باحال، یه سرگرم کننده است. داستان خیلی عمیق و خفنی نداره، ولی خب سرگرم کننده است به صورت کلی. یه سری ایده های جالبی داره و خوشتون میاد. اینم حالا اگه شد، فرصت شد، براتون میذارم. اما این DLC سمت راست که راجب شرورهای دنیای فارکرای هست، راجب آدم بدای دنیای فارکرای، از سمت چپ به راست به ترتیب عرضه شدند. فهم کنم فاصله بین عرضه شدن هر کدوم 1 ماه این حدودا بود. اول با مونتنگرو اومد که اینو با هم تجربهش کردیم. اسم DLC دیوانگی بود و یه سری داستانا توی ذهن واس اتفاق میافتاد که اونا رو با هم تجربه کردیم. برگشتیم به دوران گذشتهش و بچگیش و فهمیدیم که اصلا این دیوانگیش از کجا نشأت گرفت و ماجراش چی بوده. که پیشنهاد میکنم DLC رو از دست ندید، ویدیوهاش خیلی وقت پیش آپلود شده، حتما برید ببینید. کلی سوالاتتون رو راجع به این کاراکتر جواب میده و راجع به دنیای فارکرای 3 و کلا داستان فارکرای 3. اگه میخواستیم به ترتیب بریم، قاعدتا بعدش بعد پیگمین رو میرفتیم، اما پیگن رو گذاشتم آخر بریم. چرا؟ چون که آخرش، آخر هر کدوم از این سه تا DLC یه پایان مخفی داره که پایان مخفی DLC پیگمین در رابطه با فارکرای 5 عزیزان. پایان مخفی DLC پیگمین قرار یه راز فوق العاده بزرگ راجع به پایان فارکرای 5 رو برای ما برملا کنه. یه سوال به شدت بزرگ و قرار جواب بده که اینو با هم تجربهش میکنیم. اما قبلش میریم سراغ DLC کالپس جوزف سید. DLC پیگمین هم اسمش کنترله که به معنی کنترل دیگه، نیاز به ترجمه نیست. و جونم براتون میگه که اگه فارکرای 5 رو تجربه نکردید و کلا این کاراکتر جوزف رو نمیشناسید، یه توضیح مختصر مفید راجع به کاراکترش میدم و بعد میریم میپردازیم به DLC. جونم براتون بگه که بذارید بیام اینجا که تصویرشو خوشگل مشکل ببینید. این داداشمون یه آدم توی خانواده خیلی مذهبی بزرگ شده و پدرش آدم خیلی مذهبی بوده و در کنارش آدم به شدت مزخرفی بوده و بچه‌هاشو خیلی خیلی کتک میزده، فجیع و وحشیانه کتک میزده. یه روز که این داداشم زیر باد مشتلگد باباش بوده، یهو یه صدایی توی ذهنش تو همون کودکیش بیدار میشه و این مشکل روانیش انگار استارتش اونجا میخوره. خب یه برادر بزرگتر داره، یه برادر کوچکتر و این بچه وسطی بوده. و جونم براتون میگه که بزرگتر که میشه، حالا به اتفاقاتی که این لابلا میفته کاری نداریم، بزرگتر که میشه یه روز داشتم میرفته سر کار، یه گروه دورش میکنن، خفتش میکنن و میگیرنش اونام زیر باد کتک. و اون زیر مشلگد اون دوستان یهو تو ذهنش اون صدایی که خیلی وقت پیش تو بچگیش فعال شده بوده، شروع کرده بوده به صحبت کردن، این صدای خیلی پررنگتر، خیلی وراشتر میشه و بهش میگه داداش دنیا داره نابود میشه و تو ناجی این دنیا قرار باشی و تو تنها کسی هستی که میتونی اونا نجات بدی. و این انگار باورش اینطوری بوده که این صدای خداست و این واقعا ناجی بشریت و مسئولیتش و وظیفه‌اش اینه که اونا نجات بده و فلان بمون. و یه فرقه رو استارت میزنه، میره سراغ کلیسای بنده خدایی که حالا ماجرا شد توی این DLC بیشتر میفهمیم. میره سراغ کلیسای بنده خدایی و آدماش و پیروانش رو میدوزه برای خودش میکنه و اونا رو میاره تو فرقه خودش. برادراش رو هم کم کم راضی میکنه که بهش اعتقاد پیدا کنن و پیروش بشن و کمکش کنن توی این مسیر. و بعد یه بنده خدایی که ارتباط داشته با فرقه اینا گم و گور میشه و پلیس هم شروع میکنه به تحقیقات و سوال جواب و فلان بمان و گیر میده به اینا. و اینا میرن روزا خیت جمع میکنن، میرن کجا؟ میرن هوپ کانتی، جایی که فارکرای 5 اونجا اتفاق میفته. ستینگ فارکرای 5 در واقع تو منطقه به اسم هوپ کانتی. و یه زن داشته، زنش هم حامله بوده فکر میکنم، و زنش تو راه که داشته میومده به سمت هوپ کانتی اونجا تصادف میکنه، میمیره مثل اینکه. و این میره بیمارستان، بچهشو صحیح و سلامت میبینه، یه نوزاد دختر داشته و اون صدایی بهش میگه داداش تو اگه میخوای خودتو به من ثابت کنی و واقعا نشون بدی که تو این کاره ای و خودتو زندگی تو میخوای وقف من کنی، باید این نوزادتو بکشی. این اسکل هم یه دیوانه میشه و نوزاده رو میکشه و
و دیگه از اونجا انگار صدای کنترل این افکار و ذهنیت این رو کاملا به دست میگیره عزیزان، و میشه اون کاراکتری که توی فارکرای 5 میبینیم. و به هر حال این خیلی خلاصه توضیح دادن دیگه، قطعا جزئیات خیلی مهم اون وسط نگفتن، خیلی جزئیات جا موند، ولی خلاصه طور ماجرا اینه. فرقه این داداش اونم اسمش پروژه دروازه ایدن بوده. ایدن یا ادن، همون باغ بهشتی که آدم و حوا توش بودن و اون سیب ممنوعه رو خوردن و فلان، بهمون بهشت در واقع. و جونم براتون میگه که آره، این وظیفه‌ش این بوده که به عنوان رهبر اینا، به عنوان چوپان این آدما، یه سری آدم دور خودش جمع کنه و اینا رو هدایت کنه به اون باغ بهشتی. چرا؟ چون که قرار بوده دنیا و اکثر آدم ها نابود شن و یه اتفاق بیفته که کلن دنیا به چخ بره، به اسم کالپس، به معنی فرو پاشیدن. دنیا قرار بوده اصلا فرو بپاشه و اینا قرار بوده، اینا منتخب بودن، انتخاب شده بودن، قرار بوده اینا نجات پیدا کنن به رهبری جوزف سید. و این از این عزیزان. فار کرای 5 داستانش اتفاق میفته. آخر ماجرا ما میبینیم یه بمب اتم زارت میخوره تو کله هوپ کانتی و دنیا داره نابود میشه انگار از دید اینا. و اینکه این داداشون به همراه کاراکتر اصلی میرن توی بانکر قایم میشن، یه پایگاه زیرزمینی میرن اونجا قایم میشن و دیگه فار کرای 5 تموم میشه. خب حالا تو فار کرای نیو دان میبینیم که این داداشون زنده مونده و یه سری از پیروانی زنده موندن و اون کاراکتر اصلی هم حتی به این ایمان آورده اون تو، یه سری اتفاقات افتاد و فلان بمان که اونا کار نداریم. خب این دی ال سی بعد از پایان فار کرای 5، یه چند سال بعد از اون، توی اون بانکر اتفاق میفته، توی این پایگاه زیرزمینی، توی ذهن جوزف سید و قبل از شروع اتفاقات فار کرای نیو دان. خب و تمام این چیزایی که توی این DLC میبینیم کشمکش ذهنی جوزف سید با اون صدایی که توی ذهنش میشنوه و انگار به شک افتاده نسبت اون صدا و داره با خودش کرنجان میره که آیا من این مسیری که اومدن درست بوده یا اشتباه کردم، غلط بوده، داستان چیه. خلاصه این از ماجرایی که قراره با هم تجربه کنیم. حالا بریم سراغش. اینو دیگه توضیحات ماجرا، ساختار این DLC رو قبلا توی DLC واس توضیح دادم، دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. بازی 5 تا لول سختی داره که بهش به اصطلاح میگن مایند لول، مرحله ذهنی، و بریم شروعش کنیم دیگه. من چون یکی دو دور بازی رو رفتم، این DLC رفتم، این کاتسین اولیه رو برام نشون نمیده دیگه، ولی کاتسین اولیه اینطوریه که اول یه توضیحات مختصر راجع به جوزف سید میده و بعد اون صدای بهش میگه که انگار جلوش یه کاسه چیزیه تو این کلیسا و صدایی بهش میگه برو دستورت رو بشور، خودتو تطهیر کن. و این میره انگار بشور خودشو، میره اون آبه مسمومه. بعد یهو میگه آره من مسمومم و فلان و اونم، ولی خیلی هم جزئیات چو یادم نیست، خیلی چیز مهمی نبود عزیزم. به هر حال اصل ماجرا اینجاست. خب این نقشه ماست و ما باید بریم. مأموریت اصلیمون اینه که صلیب جوزف سید رو کامل کنیم. صلیبش سه تیکه شده و هر تیکهش افتاده یه جایی که توی نقشه به این شکل با علامت قرمز برای ما نشونش داده. خب اصل ماجرا تو این سه مکان اتفاق میفته. این آتیشه هم یه سری ترایل، یه سری آزمونه که توش باید با برادراش و خواهرش بجنگیم و یه سری دیالوگ هم اونجا رد و بدن، چون که دیالوگ های مهمی نیستن، سراغ اینا نمیدیم توی این ویدیو. و این خونه هام که خونه امنه، اینا هم نیازی نیست. این درا هم که قبلا توی DLC واس بهتون نشون دادم، مموری لینک، مثلا از تو این در یک که برید از این در یک اینجا میایید بیرون و یه جوری میونبره دیگه، مثلا در دو برید اینجا از اینجا میایید بیرون، یا از این برید از این میایید بیرون، یه همچین داستانی داره. و اینجا هم که باز نکردم، اینجا هم یه اسلحه دیگه میده. بعد میمونه اینا، اینا مهمه، اینا یه سری ویژن به ما نشون میده، یه سری رویا به ما نشون میده که یه بخشیش راجع به گذشته جوزف سیده، یه بخشیش راجع به حالشه، یه بخشیش هم راجع به آینده‌ایه که میتونه اتفاق بیفته و شاید کماکان اتفاق بیفته و بعضیاش هم اتفاق نیفتاده. یه همچین ماجرای داره که اینا خیلی مهمن، اینا رو میریم با هم بررسی میکنیم. خب اول از اینجا شروع میکنیم، بعد آروم آروم از این گوشه میندازیم، کل این ماجرا رو دور میزنیم. این مکانی که اول قرار بریم سراغش زندان هوپ کانتیه و اینجا چیزی که میفهمیم اینه که برای اولین بار وقتی برادرش و اون خواهر ناتنیش که نمیشه گفت، خواهر گلابیش فیث، وقتی برای اولین بار اونا رو آوردن به جوزف و بهش اعتقاد پیدا کردن، همراهش شدن توی این مسیر، قرار شده کمکشون کنن، چه دیالوگایی بینشون رد و بدل شده، اصلا چی شده که اونا قبول کردن بیان کمکش کنن و این حرفا. و اینجا هم اتفاقات مهمی میفته و خیلی کمک میکنه به درک این کاراکتر، عمق میده به کاراکتر. به اون صدای داره میگه من قدرت اینو پیدا کردم که تمام این کارا رو انجام بدم، پس میتونم اراده این رو هم پیدا کنم که اشتباهاتم رو جبران کنم.
همه کور خوندی داشت. خب این درجه سختی که ما داریم میریم درجه سختی 3 عزیزان و سخته، 5ش خیلی سخته، 3 هم ای بگی نگی سخته، ولی از اونجایی که من اسلحه‌مو یه خورده تقویت کردم قبل از اینکه ویدیو شروع کنم یه خورده ماجرا آسان‌تره برامون. و اون اول ماجرا که شما بیاید یه دونه پیستول دارید، الان پیستول من آپگرید شده است، ولی خب پیستولی که شما اون اول دارید آپگرید نیست. من یه دونه رایفل مسلسل تور دارم که اونم آپگرید شده تا یه حدی و دارم برعکس میرم، دارم برعکس میرم. و اول بازی اصلا همچین چیزی رو ندارید عزیزان و بازی فاز روگلایک تور داره دیگه. خب اینجا سیف هاوس داریم که نیازی به گرفتنش نیست، یعنی که اگه ما بمیریم تمام آیتما میفته عزیزان، هر چی که جمع کردیم میفته. و آره، جز یه سری قابلیت هایی که همیشگی هن و اونا رو با استفاده این واحد پول بازی که با کشتن این دشمن رو جمع میکنیم میتونیم بخریم عزیزان. و واحد پول بازی توی این DLC اسمش پننس به معنی توبه، و توی هر DLC باز یه چیزی بود، تو DLC بگرمین هم چیزی دیگه است فکر میکنم. و آره ماجرا اینه دیگه. خب رسیدیم به زندان هوپ کانتی عزیزان. یه صدای ریزی میاد اینجا الان. آره این دوره برای صدای بچگونه است. این صدای موزه خونی های خود همین داداشون جوسف تو فارکای 5 و اون زمان ها که الان تندش رو دور تند داریم گوش میدیم، بخاطر همین بچگونه است اجرایی. هر دشمنی هم که توی بازی میبینیم از پیروان خود جوسف هم. و انگار داره با کشتن اینا اشتباهاتش رو جبران میکنه یه جورایی، یه همچین فازی داره. کلا خیلی در صدد اینه که اشتباهات گذشتش رو جبران کنه توی این DLC. و اون صدا هم از اون ور داره سعی میکنه که راضیش کنه که داداش ما اشتباهی نکردیم، مسیر رو درست رفتیم و حق با تو بوده. هی داره سعی میکنه قانعش کنه که حالا میبینید زندان هوپ کانتی یه گروه دیگه که بهشون صدمه زدم، آشولاششون کردم و یه شانس دیگه برای توبه. یه هم داداش بزرگترش اینجا. خب باور کلا من رو نمیتونی اینطوری نگه داری برادر، من رو آزاد کن. خب اینجا تو زندان ما یکی یکی میریم سراغ خانوادش. خب دو تا داداش داشته یه خواهر و اینا یکی یکی اینجا گیر افتادن و میریم آزادشون کنیم. یه سری دشمن میفرستن سراغ ما و یه سری دیالوگا رد و بدل میشه. بعدش یه نوار برای اون پخش میشه که توی اون نوار انگار برمیگردیم به اولین باری که اینا قبول کردن به فرقه این ملحقشن و کمکش کنن و بهش اعتقاد پیدا کردن. و اینا قبلش توضیح دادم چون که دیالوگا رو خیلی سری میگن و من ترجمه کنم ممکن نفهمید ماجرا چیه. نمیذارم این کارو بکن جوزف، جون مادرت بیخیال شو، میشنوی چی میگم جیکوب. این داداش بزرگشه که سرباز بوده و دو سه تا تور رفته فکر کنم تو جنگ عراق بوده. یه بیخیال شو، این قاضیاتو بکش عقب. اینا قاضیاشن، یه سری آدم داشتن تو فارکای 5 هر کدوم دیگه که بهشون به اصطلاح میگفتن قاضی. بودو 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 خب حالا خودش اومد. من اینجاق باور نکردم که تو با خدا صحبت میکردی. من فقط از این کشور متنفر بودم، از این چیزی که بهش تبدیل شده بود متنفر بودم. بابا یه خیال منو ببخش برادر، ولی من باید اون چیزی که شکوندیم خراب کردیم رو تعمیر کنم. خب از اینجا فهمیدیم که این داداشش اصلا اینجا باور نکرده که این واقعا با خدا در ارتباطه و
فقط میخواسته از این کشور آمریکا انتقام بگیره چون اینو فرستاده بوده به جنگ و یه سری داستانا براش اونجا اتفاق افتاده بود. خب این نواره جیکوب منه. تو کی هستی؟ دور شو از اینجا. گوره تو گم کن از من. دور شو. جوزف من تو رو پیدا کردم. تو منو پیدا کردی؟ گفت جیکوب تو رو پیدا کردم یا جوزف. الان این صدای آرومی که میبینید داره صحبت میکنه این همین داداشم جوزفه. اون صدای که یه خورده وحشیانه است اون داداششه که انگار از جنگ برگشته بوده و تو ضعیف‌ترین حالت ممکن از لحاظ روانی بوده و این رفته سراغش و اونجا ازش سوء استفاده کرد و راضیش کرده که بهش ملحق شه. من نمیتونم. من دو تا تور انجام دادم و حالا برگشتم و هیچ کسی منو نمیخواد. کل این کشور وانمود میکنه که نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. ما یه جنگ جدید داریم که شروع کنیم. قراره یه جنگ برای انگار نجات کشورمون از این فسادی که توش دخیل شده. من انتخاب شدم جیکوب. خانواده ما انتخاب شده. بعد از این همه مدت، بعد از اینکه پدر ما رو تیکه پاره کرد، میخوای بهمون بگی خانواده با این هدفی که خدا به من داده، من دیگه الان پدرتم. تو از منم دیوانه تری. میتونم از این وضعیت که توش دوچاری نجاتت بدم. تو به اینجا تعلق نداری. بین ضعفا جای تو نیست. تو قوی هستی و میدونی باید چی کار کنی. جیکوب گفت قربان. بله قربان. خب میگه یه خاطره از زمانی که جیکوب رو پیدا کردم و اون تو ضعیف‌ترین حالتش هم حتی خیلی قوی بود. خب چیزی که از این قسمت فهمیدیم این بود که این داداشش جیکوب، داداش بزرگترش، دو تا تور جنگی رفته بوده. هر تور فهم کنم حدودش 6 ماه باشه تورای جنگی میرن، مثلا یه سر اونجا 6 ماه اونجا خدمت میکنن برمیگردن. این داداشم دو تا تور رفته و دو تا تور خیلی سنگینه. احتمالاً PTSD و این داستانا گرفته و ذهنش خیلی تحت فشار بوده. برگشته اینجا نه کاری داشته، نه کسی آدم حسابش میکرده، نه بهش امتیازی چیزی داده بودن مثل خیلی از کهنه سربازهای آمریکا و وضعیت خوبی نداشته. کل کشور هم انگار داشته وانمود میکرده که اصلا هیچ چیزی، هیچ اشتباهی رخ نداده و همه چی طبیعیه و هیچ مشکلی نیست و این سربازا اینطوری به فنا نرفتن و فلان بمان و اینو نادیده گرفته بودن. اینم شاکی بوده و از زندگی و از دور زمان و از کشورش مینالیده و از کشور متنفر بوده، از دولت متنفر بوده. یهو داداشش میاد تو این وضعیت، میگه من خدا باهم صحبت میکنه و دیگه الان من پدرتم و ما دوباره میتونیم یه خانواده باشیم و یه جنگ جدید تو راهه. چون سرباز بوده دیگه، این سربازا وقتی به جنگ عادت میکنن باید یه دستوری بالا سرشون باشه، همشه یه جنگ دیگه باشه تا بتونن به روند عادی زندگی ادامه بدن و اینا تو همون جنگه، تو همون گذشته گیر میکنن. خلاصه اومده از این وضعیت سوء استفاده کرده و داداشش رو به خودش همراه کرده. عزیزان چه جالب. حالا باید بریم سراغ داداش کوچولوش، داداش دومش. تیک داونش خیلی باحاله. یه تیک داون داره کتاب مقدسش رو میکنه تو دهن طرف. اون اگه بتونم براتون عملی کنم خیلی خوبه. تو قبلا میگفتی که اون گناه من بوده که نمیذاشه من پیشرفت کنم، جلوی منو میگرفته. گناه من بوده که منو کنترل میکرده. ولی نه، تو بودی. فقط تو بودی که منو کنترل میکردی و جلو میگرفته بودی. آخ نشد تک دانش کنم. چه خبره؟ از کجا؟ خودش اومده. من میدونم باید چیکار کنم و نمیذارم جلو بگیری. میذارم با من مخالفت کنی.
داشتش هم دمیگه یس 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 آره 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 یس 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 دیالوگ یه چیزش بود دیگه ترتیب تو میدم جان بکشمت که دیالوگش همون شد دیگه کشمش یه گناهان من بود که تو اینجا نگه داشته بود نه گناهان تو برو برادر خب اون صحبت قبلیش هم صحبت خود جان رو هم زیرنویس میکنم براتون حالا اینو آزاد کنیم و بعد نوار این هم پخش میشه برام بعدم باید بریم این بالا من نمیخواستم این کار کنم نمیتونستم جلو خودم بگیرم نمیتونستم کمک خودم کنم اون هر چیز به من داد مواد الکل بدنشو ولی من خیلی عصبی میکرد این ترغیب شدن ها از وقتی که تو یک بچه بودی اونا تو وجودت بودن مگه نه آره آره خدا اونا رو اونجا گذاشته تو بدنت اون بهت یه هدیه داده فقط باید یاد بگیم اونو کنترل کنیم و از اون هدیه استفاده کنیم برای افتخار اون اونا منو زندانی میکنه اونا اگه بفهمن چه بلایی سرش آورده من میدونم کجا میتونیم بریم جان یه مکان برای بخشش یه جای دور از قوانین انسانها از هدیت کمک میکنی استفاده میکنی که به من کمک کنی آره خاطراتی بیشتر من تو رو نجات دادم جان بارها و بارها و بارها و کماکان تو با من جنگیدی خب اینجا الان باید بریم سراغ فیث نفر بعدی اینجا عزیزان ما چیزی که میفهمیم تو میخوای منو پیدا کنی درسته؟ یه درچه از اتاق جان من منتظرم چیزی که اینجا فهمیدیم این بود که این داداشش انگار ترغیب میشده که به زنها مثلا تجاوز کنه و بهشون تعرض کنه و فلان بمان و نمیتونست جلو خودشو بگیره و یه بلایی آورده سر یه حاج خانومی که گبوگورش کرد و کشتتش حالا هر چیزی و پلیس داشته پیداش میکرده داشته ردشو میزده دیر یا زود میگرفتنش و باز هم توی وضعیت خیلی داغون بوده و توی ضعیف‌ترین شکل ممکن حالت ممکنش بوده و نیاز به کمک داشته و این داداشش مثل ناجی پیدا میشه و میگه من یه جایی رو میشناسم به اسم هوب کانتی که اونجا میتونی بری و اونجا بریم بخشیده میشی و دور از قوانین انسان هاست و دیگه کسی با تو کاری نداره اونجا و اونجا میتونی این چیزی که این حس و حالی که درونته که خدا اونو درونت قرار داده و یک هدیه است نه یک نفرین مثلا اونو میتونی برای کمک به من استفاده کنی و اونطور که من بهت میگم استفاده کنی در راه درستی استفاده کنی و اینطوری مخ این رو هم زده و اینم راضی کرده که باهاش همراه شه چرا داری میجنگی جوزف؟ هیچ چیز اونا رو بر نمیگردونه برو جلو اونا رو پشت سر بذار فراموش کن این ماجرا رو خب هم با داداش بزرگش این رفتار رو داشته انگار تو این فیت هم این وسطه انگار تو ضعیف‌ترین حالتش رفته بهش کمک کرده و ازش سوء استفاده کرده و هم داداش کوچکش اینم برداریم یه جعبه دیگه هم پیدا کنیم عالی میشه این جعبه هم فشنگ مشنگ میدن فیت میگه تو رو خدا بذار من برم آزادم کن فلان بمایی این جواب هم جون میدن هم فشنگ میشن هم پول من کار اشتباهی نکردم چرا به من گوش نمیدی بذار من برم خب تو گفتی من آزاد میکنی ولی تو فقط یک نگهبانی دیگه بودی من دارم به هشدار میدم فیت موقع بود خب آر پی جی دستش بود بیشتره خب
باریکلا. باریکلا. خودش اومد، خودش اومد، خودش اومد. من تو رو میکشم و اون بخشایی از منی که تو دزدیدی رو برمیگردونه، پس میگیرم. تو میدونی من چه کاری از دستم برمیاد. فیت کارتو بذار کنار هدر. آماده ای برای بلیس؟ بلیس همون موادی بود که دختره هم خودش بهش معتاد بود و یه فرشته میفرستم سراغت که تاوان اون بره که سرشون آوردی رو ازت بگیرن. یه چین دستانی من حقیقت الان میبینم و تو بودی که باید ازت مخفی میشدم. میچرخیم و میچرخیم، اینکه کجا متوقف میشیم رو کسی نمیدونه. بابا کسافت کاریاتو بذار کنار دیگه، دختر خنگ وحشی سلیته. شانس آوردم انداختم چه سن حواسم تو دستم میترکه. تو خیلی صلح‌آمیز بودی ولی الان داری منو عصبی میکنی. بیاین دیگه. اینجایی؟ بیا تو منو آلوده مواد مخدر کردی و تبدیلم کردی به عروسک خیمه شب بازیت. دروغ نگو. آها حالا اومدن اینا. هر چرا میخوای بودو فرار کنم، همچه پیدات میکنم. خب حالا اینا رو بردم که چونم برشه. تو گفتی ازم محافظت میکنی، قول دادی که نجاتم بدی. چه دروغا. باز دوباره میگه آلودم کردی به مواد مخدر و تبدیلم کردی به ارتک خیمه شب بازی. تو این حرفا مجبورم نکنی کار بکنم. فیت من بخشی از این خانواده نیستم، هیچ وقت نمیخواستم باشه. تو به من صدمه میزنی الان چی؟ نه باشی باشی، میگه تو به من صدمه زدی الان نوبت منه، باید انتقام بگیری بی شرف. خب خیلی دور انداختنش. خب دیگه چی داریم؟ چرک دیگه کجا افتاد؟ باور کلا نکنی کارتو دیگه. نه 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 تمومه. خب اینجا الان دیالوگ خیلی مهمیه، اینم بفروشیم. خب
Why are you leaving me like this? چرا من اینطوری؟ Please, let me go. چرا من اینطوری رها میکنی؟ تو رو خدا بذار من برم. بیا. یه تیکه از صلیب رو داد بمون. تو گم شدی فرزندم، بگو چرا؟ پدرم داروساز بود، من اونو نگاه میکردم، دیدم که چطوری دارو میساخت. اون گفت این کار برای کمک به مردم انجام میده، ولی چطور همچین مردی میتونه ادعا کنه که به کسی کمک کنه؟ من میدونم اون واقعا چه شکلیه، اون بله که سر من میاره به خاطر همین نگاش میکردم، به خاطر همین یاد گرفتم که چطور جلوی درد رو بگیرم. و بعد وقتی شروع کردم به مصرف اون مواد، دیگه نتونستم جلوی خودم بگیرم، دیگه نمیخواستم جلوی خودم بگیرم، و حالا دیگه خیلی دیر شده. آروم باش، هیچی نیست، من میتونم گناهت رو تبدیل به حسنت کنم. تو میتونی کار بکنی؟ ایمان تو رو آورده پیش من، ایمان تو بهت یک هدف داده، یک زندگی جدید. این زندگی رو میسپاری به من؟ آره این کارو میکنم، آره قبول میکنم. یک خاطره دیگه، اون اومد دنبال من و من ازش محافظت کردم، من عاشقش بودم. میبینید هر خاطری که داریم میبینیم اینطوریه که این بد کرده، سوء استفاده کرده از اون شخص. برادرشو که توضیحاتشو دادیم، اینم اینطوری بود که دختره باباش بهش تجاوز میکرده، باباش بدرفتاری داشته، داروساز بوده، باباش به مردم کمک میکرده، این اون دارو ساختنشو نگاه کرده، یاد گرفته چجوری اون بیلیسه رو بسازه و بعد خودش به اون بیلیسه معتاد شده و انگار طرز تهیهش مرده برای این یه جورایی پیش این. بازم توی این شرایطی که دختره توی ضعیف‌ترین حالت ممکن بوده، توی تأثیرپذیرترین حالت ممکن بوده، این یهو به عنوان ناجی ظاهر میشه و ازش سوء استفاده میکنه و اونو انگار مدیون خودش میکنه که بهش از این طریق کمک کنه و پیروش بشه و بیچونه چرا هرچی گفت رو قبول کنه. ولی توی ذهنش با اینکه این خاطرات رو به این وضوح داره میبینه، توی ذهنش خودش رو همیشه باز هم داره به عنوان ناجی میبینه که من به اینا کمک کردم، من نجاتشون دادم، من فلان کردم، من بهمان کردم. عجب. خب یه تیکه از صلیب رو پیدا کردیم. روبرو شدم با خانواده هم، شکست دادن اونا، حالا میبینم این مجازات منه، اینطوری گناهام رو تطهیر میکنم، اینطوری این مکان رو برمیگردونم به اون حالت قبل. عجب. خیلی خودخواهانه داره به قضیه کمکان نگاه میکنه، فکر میکنه این همه یه تمام قسمت های این دنیا تحت تأثیر کارهای من بوده. خب دشمنه قوی تر شدن، مثل این که آره اینقدر بلا سر ملت آورده، ولی فکر میکنه با این که همین که باشون روبروی چه تو ذهنش اونا رو بکشه دیگه تمومه، دیگه جبران کرده گندکاریاشو. یه آدم مغرور نارسیسیست مزخرف. خب بیایم اینجا عزیزان، این ویژنش خیلی خوبه، یه سری چیزای جالب رو برملا میکنه که عشق میکنید. اینو میبینید اسمش چیه؟ The Judge، به معنی قاضی. اگه گفتین این کیه؟ اگه گفتین اون کی بود بگین دیگه. این دقیقا همون کارکتر اصلی فار کرای 5 عزیزان. چین اینا چیه؟ موشن؟ چه موشه عجیبی. بلم کنی به جون بزن باری کلا، فقط بگو آره، آخر ماجرا از ما تشکر خواهی کرد. تهش میگی بابا دمت گرم، مرسی که گفتی فقط بگم آره. خب کسی این توه؟ اینجا یه دونه تریلر عزیزان،
که خیلی عجیبه. میریم توش یه فضای عظیم و جسه است و الان میریم تو همون بانکری که همون پایگاه زیرزمینی که آخر فارکرای 5 فرار میکنیم میریم اونجا. یادته جوزف میگه اگه تو همینطور که الان داری در مقابل من مقاومت میکنی، اگه قدیما هم مقاومت میکردی این اتفاقاتی که الان میبینی میافتادن. حالا ماجرا چیه؟ ما میبینیم تو این بانکره، تو این پایگاهه که در واقعیت فقط خودش اون معاون کلانتره کارکتر اصلی فارکرای 5 تونستن به اونجا برسن، اونجا زندگی کنن و انگار جون سالم به در ببرن از اون بمب اتم. و اونجا یه سری ویژن به ما نشون میده که اگه اعضای خانوادهش هم زنده میموندن و توی اون بانکر با ما همراه میشدن چه اتفاقی براشون میافتاد. و این چیزایی که بهش نشون میده یه جوری انگار میخواد از این طریق راضیش کنه که داداش تو نباید جلو من مقاومت کنی، چون که اگه اونا زنده میمونن اتفاقات خیلی بدی میافتاد و الان که زنده نموندن خیلی بهتر شده، اونا مسیری که باید تیم کردن تیم کردن، تو هم مسیری که باید تیم کنی رو تیم کنی، پس نگران این چیزا نباش، اینقدر عذاب وجدان نداشته باش داداش، اینقدر این مسائل باعث نشه که حرفای منو قبول نکنی، به من شک کنی. این پایگاه زیرزمینی، این هم اونجاست که گیر افتادم. خب این اتاق خودشه؟ نه ببخشید، این اتاق اون معاونه است که فعلا نمیتونیم بازش کنیم، باید بریم این سمت. خب و اون خاطراتی که یعنی اتفاقاتی که شاید میتونسته بیفته در آینده رو قرار اینجا به ما نشون بدن. خب اول اتاق جان، قدرت یس، قدرت بله اونجا نبشه که باید یسش رو سرهم کنیم. این پایگاه زیرزمینی جانه. آره خب سه تا حرفه که اینا رو باید جمع کنیم. یکیش این، دوتاش خب درسته جوزف سلام. خب اینجا خورده اذیت کننده است. صداشون تو میشنوه، میدونی پچ پچ میکنه، داره گناه میکنه اونجا. ما فقط باید اونو بکشیم ازش بیرون، باید پوستشو بکنیم اونو ازش در بیاریم. اوضاع تغییر کرده جان. خب صدا قاطی شده، صدا قاطی شده لعنتی. صدای تو ذهنش داره میگه حروفو پیدا کن که این کارو کردیم. و این الان انگار داره نشون میده که اگه داداشش میمد تو این بانکر، چون اون دیوانگیش یه جوری انگار شدت میگرفت این تو، اگه سالیان سال اینجا گیر میافتاد و میتونست باعث شه که اتفاقات بعدی بیفته. الان مثلا داداشش داره میگه که باید بریم فیت و مثلا ترتیب شو بدیم و بکشیمش و اون گناهان رو از تو بدنش بکشیم بیرون و فلان به من. یه چرا تو تنها کسی هستی که نقشه خدا رو میدونه ها؟ اون که اون چی میخواد؟ اوضاع همونطوره که اون بالا بود، تو میخوای منو کنترل کنی. به حسادت تن نده جان، من میدونم خدا واسه من چی میخواد، میدونم این ترغیب شدن ها از سمت اونه، همونطور که قبلا گفتی وقتی که کمک منو میخواستی. من نیاز دارم که یه چیز رو ببرم، یه چیز رو پاره پوره کنه. تو نمیخوای به من صدمه بزنی جان، و میدونم که از جیکوب میترسی، پس بشنو ببین چی میگم برادر. اگه به فیث دست بزنی عواقب داره برات، میفهم چی میگم؟ این ترغیب شدن از سمت خداست، پس خدا داره هر دومون رو امتحان میکنه. من همیشه میتونستم جان رو کنترل کنم با راهنمایی و عبادت،
میگه با راهنمایی عبادت میتونست از پس این مشکلات هم بر بیاد، میتونست اینا رو تحمل کنه. صدا هم که من طالب دروغ نشون دادم، اگه اون زنده میموند آینده ای تو این میشد. همه چیز همونطور که باید اتفاق افتاد. عجب عجب عجب. خب این دیالوگایی که جاموند اون وسط زیرنویس میکنم بهشون توجه کنید عزیزان، ولی خب کلیت ماجرا، اصل ماجرا دیگه پوشش دادی، صدام نگرفت. بریم سراغ بعدی، فیث باشه فکر کنم. آره آنه این اتاق میشناسه، خوب میشناسمش. خب اتاق خودشه، داره راز و نیاز میکنه با خودم که خدایا داری منو امتحان میکنی؟ داری مجازات هم میکنی؟ فقط 2 سال غذا برامون مونده، باید کمتر غذا بخونیم، باید روزه بگیریم و خدا به انضباط ما پاداش میده و بهمون انرژی میفرسته، به اون قدرت اینو میده که بریم بالا و برگردیم به دنیای جدید. اگه معاونو بکشم چی؟ اگه اونو بکشم کیو دیگه نجات دادم؟ آیا فقط قرار بوده من برم تو اون سرزمین وعده داده شده؟ آیا خانوادم به این خاطر مرده؟ بخشی از نقشه توه، همه چیز بخشی از نقشه توه. که فار کرای 5 اینو ندیده بودم قبلا، چه جالب. خب این حس میکنم واقعی بود، اینو الان که دوباره دیدمش حس میکنم واقعی بود. چرا؟ چون که راجع به مرگ خانوادهش صحبت میکرد، انگار این انگار ویژنی نبود که شاید اتفاق بیفته در آینده، چیز بود که اتفاق افتاده بوده قبلا، چون داشتیم گفت اگه اون معاونه رو بکشم دیگه کیو نجات دادم و خانواده من مردن. انگار که آره، به نظر میمد که این قضیه واقعی بود. حالا بریم سراغ فیث. She deserved to live with me or without. یه اون لایق زنده مونده هم بود، چه با من چه بی من. حالا باید لباس فیث رو پیدا کنیم، پیرنش رو پیدا کنیم. یه اونو پیدا کن، پیرنش رو پیدا کن، بذار بهت بیشتر نشون بدم. خب باید بیایم اینجا اول. این هواکش رو روشن کنیم، تعبیه روشن کنیم. خب داره شعر مذهبی رو میخونه دیگه، اینو تو کلیسا ها میخونه، نمیشه صدای قشنگی داره. من ایمان داشتم، زندگیم رو سپردم به تو و تو انداختیش دور. عجب. خب حالا باید بریم پایین و بریم این سمت و قبلش اینم روشن کنیم که این سموم برن کنار. من بهت هدف میدم، من آزادت میکنم. حرفایی بود که به من میگفتی. بوی اونو میده. خب حالا اینجا چون خیلی سال اینجا گیر افتاده بودم، بلیسش ته کشیده، موادش ته کشیده و تو ترکه و بدن درد داره و اون تاثیر مواد داره میره و این میگه که اون قول داده بود که همه چیز درست میشه، قول داده بود که شیاطین از من دور میکنه و این حرفا، قول داده بود که اونا میرن، اونا میرن، اونا من ترک میکنن، از من دور میشه. پدر بلیس بازم پیدا کردی؟ فیث الان خوبه که سوبر باشی، تحت تاثیر مواد نباشی، باید حواست جمع باشه. شیطان مثل یک شیر گرسنه در کمینه که یک نفر رو ببلعه. ولی تو این چیز نبود که قبلا به من گفتی.
اون بلیس، بلیس بود که شیاطین منو از من دور کرد، نه تو. تو از من سوء استفاده کردی، تو منو کنترل میکردی و حالا بدون بلیس همه چیز داره برمیگرده، همه چیز یادم میاد. تو چه بلایی سرم آوردی؟ تو چی کار کرد؟ اسم من ریچله. میدونم چه بلایی سرشون آوردی، میدونم با فیث های قبل من چی کار کردی. اگه واقعا میدونستی جرأت نمی کردی منو بزنی. خب فیث به من احترام میذاشت، از من میترسید. این اتفاق هیچ وقت نمیتونست بیفته، ممکن نیست این اتفاق بیفته. صدای داره میخنده. چه خوشگل خندید. خب پس اگه فیت زنده میمونده مواد داشته هم میکشیده، سوبر میشده، تأثیر مواده میرفته کنار و میفهمیده، یادش میمده که چه کسی بوده و این چه بلاهایی سر بقیه آورده و چه آدم مزخرفیه. خب حالا بریم سراغ برادر جیکوب. یعقوب. آزمون های جیکوب. جعبه موسیقی جیکوب اینجاست، پیداش کن و یه ویژن دیگه، یه رویای دیگه بهت نشون میدم. چشم نداشت. همیشه میدونستم هیچ وقت زنده نمیمونیم. نه طبق نقشه تو. خب اینجا یه فضای دیوونه خونه تور داره که راهش اینجاست عزیزان. نه فارکرای 5 رو در ضمن بازی نکردم، اگه این مکانه براتون آشناست برای من هیچگونه آشنا نیست چون بازیش نکردم. من فقط خوندم راجبش، خیلی خوندم، من بیشتر میخونم راجب بازی ها، راجع خیلی از بازی ها، خیلی از کاراکترها، بیشتر از اینکه خودم تجربهشون کنم رفتم خوندم یا ویدیو دیدم. مثلا جعبه موسیقیش. آها جیکوب داری چیکار میکنی؟ این اصلا پشت دره داره در میزنی میگه منو بذار بیام تو. فقط اوه بیخیال، داره کوک میکنه جعبه رو. جیکوب این کار رو نکن، بیا دیگه، بیا میخواد خودشو بکشه. جیکوب نه 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 بس کافیه جیکوب، کافیه. کاری که تو گفتی رو انجام دادم، تمام دستورات تو پیروی کردم. نه هنوز این کار رو نکردی، بلند شو. باید با هم همراه هم بریم تو ایدن، با هم. کپی رایت نخور جون مادرت. آه جیکوب، با این کار توف کردی تو صورت هر کاری که برات کردم. من نجاتت دادم جیکوب. نه جوزف، من تو رو نجات دادم چون تنها چیزی که تو میخواستی همین بود، ماموریت واقعی این بود. تو ترسیده بودی. یه سرباز فقط تو این ویژنم خود اسکاری جوزف رو کشتی. گفت یه سرباز فقط به اندازه اون چین آف کماند، به اون زنجیره فرماندهیش، چی میگن علل بدل میگن، چی میگن، یه بار قبلا بهم گفتی تو کامنت ها، نمیدونم فارسیش چی میشه. گفت ارزشش به اندازه همون زنجیره فرماندهیشه و حالا وقتشه که تو برکنار شی و من مثلا جا تو بگیرم. منظورش این بود. جیکوب حالش خوش نبود ولی هرگز همچین کار رو نمی کرد. هر چی دوست داری باور کن، اگه می آوردیش اینجا جفتتون می مردین. دیگه ویژن های، دیگه رویاهای غیر ممکن به نشون نده. چ...
چیزایی رو بهم نشون میده که میتونم تغییرشون بدم، چیزایی که میتونم تعمیرشون کنم، حلشون کنم، جبرانشون کنم. خب حالا این اتاق رو میشناسم، میدونم این اتاق متعلق به کیه، تنها خانواده ای که برام مونده. این اتاق، اتاق کاراکتر اصلی فارکرای 5 عزیزان، همون که بعدا تبدیل میشه به قاضی یوسف. میگه سعی کردی برای من انگار گناه درون تو بشکافی بکشی بیرون ها؟ ما مثل همین، من و تو، هر دومون همه چیز رو از دست دادیم و همه کس رو، و اگه از اینجا خارج شیم چی مونده که بریم توش، مثلا چه دنیایی مونده؟ و میبینید الان هیچ تصویری از اون کاراکتر فارکرای 5 نیست، یه خورده جلوتر تصویرش میاد، ولی به اون اومدن تصویرش دقت کنید. تو الان دیگه هیچ نقشه‌ای نداری، هیچ امیدی نداری، هیچ دلیلی نداری که ادامه بدی، ولی من بهت یک هدف جدید میدم. تو اومد اینجا که منو قضاوت کنی و خانواده من رو، و حق داشتی که این کارو بکنی. من اشتباه میکردم. هدف تو الان اینه فرزندم، تو قاضی منی و قاضی من خواهی بود همیشه. و دیدید ماسک قاضی رو گذاشت رو صورتش، تو نجاتشون میدی همینطور که بقیه رو نجات دادی، ولی اونا، اونا بزرگترین دشواری های من بودن. تو همه کار رو درست انجام دادی و اینو میبینن، خواهند دید، خودت هم خواهی دید، این شک موقتیه. و میبینه این اتاق همون کاراکتر اصلی فارکرای 5. و اینجا هم یه نامه داره راجب یوسف که خیلی چیز جالبه، خیلی مهمی نیست، انگار میگه شمشیر این صداست یوسف و فلان. البته اینجا یه نکته ای داره که تیترش نوشته The Silent Saint، یعنی مثلا حضرت ساکت، یه همچین چیزی. اولین بار که اینو خوندم فکرم راجب کاراکتر فارکرای 5 نوشته، چون صحبت نمی کنه دیگه، فکرم این لقب رو به اون دادن. بعد تحقیق کردم دیدم نه، کلن به یوسف تو انجیل یه حضرتی بوده به اسم یوسف، یوسف دیگه، آره فارسیش میشه یوسف، به حضرت یوسف انگار این لقب داده بودن، حضرت ساکت، یه همچین چیزی، یه همچین لقبی داشته. و این اشاره داره انگار این متن راجب همین خود یوسف، نه راجب کاراکتر فارکرای 5. خیلی هم مهم نیست متنش. و آره دیگه، ما تو فارکرای نیودان هم فهمیدیم که این کاراکتر فارکرای 5 چی شده، تو این بانکره که چند سال رو گذرونده، کم کم ایمان آورده به یوسف، که خب حق هم داشته تا یه حدی. و چرا حق داشته؟ چون که دیگه هر چی که اون پیش بینی کرده بود انگار به واقعیت پیوسته دیگه، واقعا اتم خورده، اون کلپس اتفاق افتاد و فلان به ما، و این تمام باورهایی که از قبل داشته همه بهشون، به همشون شک کرده و کم کم باور پیدا کرده به یوسف و این صحبتاش و اعتقاداتش و فرقش و این حرفا. و بعد هم ماسک اون جارج اون قاضی رو گذاشته و اون یونیفرم اون رو تنش کرده که دیگه خودش هیچی از اون کاراکتر قبلی به جا نمونه و تبدیل بشه به یه قاضی، قاضی فرقه بند خدا یوسف. خب من فکرم نقشات رو درک کردم، ولی چرا فقط من؟ چرا اون معاون؟ ما باید تحمل کنیم، ما باید زنده بمونیم. ما؟ این هم تابلوی فیته که نمیشه در بلیس به ما ملحق شید. بلیس به معنی همون، اولا که اسممون مواده است، بعد هم به معنی خوشحالی و شادی و این ماجرا. خب این مجسمه خود یوسف عزیزان که گناهانشون رو خرابکوب کردن، و مأموریتمون اینجا اینه که این مجسمه رو دوباره کامل کنیم. الان هم چیز هم همین حرف رو زد، خود یوسف هم گفت توسط گناهان من تیکه پاره شده و باید دوباره کامل شم. خب
این معمولیت خیلی رو مخه. چرا؟ چون که چی؟ خارج نشدم که. آره خیلی رو مخه این منطقه این معمولیت، چون که بیازم خیلی باید بریم تو ارتفاع و من از ارتفاع متنفرم و خیلی عصبی میکنه این معمولیت. باید تبر نابود میشه؟ نه پدر؟ یادت میاد؟ این همون جاییه که همه چیز شروع شد. اینجا من شدم فیت تو. البته که یادم میاد، تو به من ایمان داشتی و من به تو. فیت اسم این دختره به معنی ایمانه عزیزا. و اینجا یه جوری بازی با کلمات هم میکنن دیگه. وقتی من رو پیدا کردی من گم شده بودم، ترسیده بودم، یه قربانی بودم و این دقیقا همون چیز بود که تو دنبالش بودی، مگه نه؟ باری کلا تو به این گفتی که من خوشگلم، که من خاصم. تو بودی، واقعا این چیزا بودی، من به احتیاج داشتم، پس تو رو از خودت نجات دادم. آره دروغا رو به خودت بگو همینطور. بس گل پلید. خب چی شد الان؟ من ضعیف بودم و راحت میتونستی تحریکم کنی، کنترلم کنی، ولی میتونستی بهم، تو میتونستی بهم یاد بدی که چطور قوی باشم، مثل تو باشم. آها چونشش کم میشد. تو بهم نشون دادی که من پر از عشقم، پر از زندگی. خب بعدش یا خدا خیلی چیدمان مزخرفی داره این ماموریت. لول دیزاین عجیبی داره. 68% از مجسمه رو یا خدا برگردونیم به حالت قبل. چون مادرت نیفتی، بدبختمو نکنی. اول کار قبل از اینکه سعی کردم فرار کنم میخواستم دنیا رو بدم بهت. خواستم همه چیز تو باشم، ولی تو یه فیث داشتی. قلب تو پر بود. فیث کافیه، بس دیگه. یه من خواستم فیث تو بشم ولی تو فیث داشتی. یعنی من خواستم فیث تو بشم ولی تو فیث داشتی. فیث دوم به معنی ایمانه. تو ایمان داشتی و قلبت با اون ایمانت پر بود دیگه، جایی برای من نبود.
یا خدا. وای چی داره میشه؟ وقتی منو با اون آوردی این بالا، وقتی بهم گفتی که بهت ایمان داشته باشم، میدونستم که اگه بخوام باهات باشم باید این کار رو انجام بدم. خدا لعنتتون کنه با این ماموریت ساختنتون. امیدوارم درست برم. خب باباری کلا بله یه نفس عمیق کشیدم، چشامو بستم و با تمام قدرتم اون از اینجا هل دادم پایین و شدم فیت جدید تو. میگه برای اینکه نقشه خدا رو عملی کنم به یکی احتیاج داشتم که بتونم بهش اعتماد کنم، یه نفر که مطیع باشه. فقط داشتم سعی میکردم یه همچین شخصی رو پیدا کنم. دروغ گفتن الان چه فایده‌ای داره پدر؟ دیگه دیر شده. منو ددی صدا کن، نگو فادر. عذرخواهی میکنم. زشت بود خیلی هم. الله اکبر. وای. خب. جون بده من. اینو بردار. حالا بیا اینو بردار. بفرما، این همون پدریه که یادم میاد، قوی، قدرتمند و ترسناک. حالا باید یه لیپ آف فیت داشته باشیم. انگار هم یه اشارهی فهم کنم اینجا مثلا داشته باشه به اساسینز کرید و هم اون فیتی هم که نوشته با حرف بزرگ نوشته و اشاره داره به اسم همین دختر فیت. خب یه جایی باشه که برو بریم. نپریدم بعد بریم افتادم به جنگ که شیرچه بزنم. به هر حال به مسیر ادامه میدهیم عزیزان. اونجای پدر من اینجام، عجله کن. خب حالا اومده کجا؟ اومده پیش ایتن پسرش که خودش نمیشناستش ولی تو فار کرای نیو دان باش آشنا میشیم ما. خودش اینجا نمیدونه این مرد کیه، فقط میدونه یکیه که زندانی شده و کمک میخواد و این سعی میکنه آزادش کنه. اینه هاش. عجب. میوه ممنوعه رو خورد و این مرد کیه؟ این پسرته. پسر من؟ من فرزندی ندارم. چه اتفاقی داره میفته؟ این قضیه تو نقشه تو نبود. من صحبتاتو شنیدم، کلماتتو شنیدم، همچین چیزی نبود تو نقشت. چرا از من محافظت نکردی؟ چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ خب
خب باید ایثن رو نجات بدیم چون که توسط دروغ‌های ما زنجیر شده. یه هر ماجره که داره اتفاق میفته، هر معنی که این قضیه داره، من تو رو از این قضیه نجات میدم. تو واقعا پسر منی؟ خب دیالوگاتون تموم شد، اگه تموم شد که ما کارمون رو بکنیم. خب حالا سه تا زنجیر اینا رو باید باز کنیم. باید بریم سراغ منبع این زنجیرها. خب آی اینا توف میکنن زنجیراش، خیلی بیشرفن. کافی نیست، زنجیره رو بشکو. اگه واقعا پسر منی، پس من نمیذارم این اتفاق بیفته. با زندگیم ازت محافظت میکنم، با هر چیزی که دارم. دروغ میگم مثل سگ. برید کنار، با سر جنگیدم با شما رو ندارم. برید آشغالا. اشتباه اومدم، عظیمه با هم میمدم. برو بلا. آخ آخ توف نکن. نه نیفتی. اوه نزیو بمیرم، دیدی نزیو بمیرم. خوبه حالا آزادم کن، چیزی که شروع کردی تموم کن. من ادعا نمی کنم که نقش خدا رو بدونم، ولی این رویا رو با قلبم میپذیرم. تو به خاطر اشتباهات من نخواهی مرد، یک زندگی دیگر رو نابود نمی کنم. خب آخ آخ دیر جون میدم، وای دیر جون میدم، وای. بودو آماده شو که بمیری. بردو دارن میا. وای هنوز کارمون تموم نشده. زنجیرها رو بشکن و اشتباهات رو جبران کن. نزیو بمیرم، دیدی نزیو بمیرم. هر شخص این اسنایپر بیشرفه. بودو بابا برم کنین دیگه. بذار دیگه جون از اینجا بردارم، اوضاع خیلی خیته. بودو ببینم از زنجیر آخر. من گلم رو نجات میدم، مهم نیست چطور بیان سراغم، چطور با من آشنا شدن، من نجاتشون میدم، ازشون محافظت میکنم. پسرشم میگه بهت نشون میده من چقدر قوی شدم. پدر من قرار بود رهبر شم. Bring my body here, let me see it. وای ایتنم حالا میگه این بلایی که قرار بود سر من بیاری، مثلا بدنم بیار اینجا، بذار بدنم ببینم. حالا با اینا رو بکشیم و بدنشو بریم پیش خودش.
اوزا خیلی خیته عزیزم، اوزا خیلی خیته، خیتر از اون چیزی که شاید فکر کنی. یا خدا نندازم بی شرف زشت. کجا رفتی؟ با حالا جون لازمیم عزیزم، چون اینجا هنوز سختی ماجرا تموم نشده. بعد این جنازه رو برداریم حالا و ببریمش پیش ایتن واقعی، مثلا واقعی، و بعد اینجا کلی دجمن تو مسیر میان سراغ ما که خیلی بیشرفه. این از آخریش، باوری کلا دیگه تمومه. سریتر را برو. خب میدازیمش جلو پای ایتن واقعی، روحش میره تو این. تو توسط اشتباهات من زنجیر نخواهی شد، بکر من رها کردی ولی تو اینجایی. خب حالا ایتن رو باید آزاد کن. چه منظره زیبایی. خب تکه دوم صلیب رو هم برداریم. همه جا ترتمیز شد، گل و گیاه روید. آخه خب ویژن اینجا میفته، من این فرزند رو نجات میدم. میدونستم که خدا داشت من رو امتحان میکرد، یه مسیر جلوم قرار داده بود و تنها کاری که باید میکردم این بود که انتخاب کنم. پس انگشتام گذاشتم رو اون چی میگن لوله پلاستیکی که چسبیده بود به صورت فرشته گونش و اونو فشار دادم، اون لوله رو انگار داره خفه کردن بچهشو مرور میکنه. یادش میاد چون ایسن رو که واقعا نمیشناخته، داره یادش میاد که چجوری دخترشو کشته. یه اون لوله رو بستم و خفش کردم و کشتمش. خدا داده خدا هم خودش گرفته. من متاسفم، منو ببخش. آخه مردی که دیوانه. خب اینجا یه ویژن دیگه هم فکر کنم داشته باشه ها؟ هیچی؟ اوه! نسوزی داشت. تمام؟ برم؟ یه ویژن دیگه بود
نه دیگه تمومه دیگه، بریم دیگه. تمومه؟ هر چیزی که تو گفتی دروغ بوده. دخترم، نوزادم، عزیزم، بچه من، یه من خیلی مرموز کار میکنم. تو دروغ گفتی و من تو رو باور کردم. چی کار کردم؟ این من مرموز کار میکنم یه گفته یه چیز مسیحیه که تو اسلام فهم کنم میگن که خدا مرموز کار میکنه دیگه. ما قصد و قرضشو نمیدونیم که قصد و نیتش چیه. یه صلاحی حتما داره دیگه، شاید از دیده ما مثلا کار درست نباشه، اشتباه باشه، بد باشه، ولی اون یه صلاحی پشت پرده داره. مثلا منظور کلی همچین چیزی، یه مجسمه که درست کردیم. این هم انگار این صدای تو ذهنش انگار خداست دیگه مثلا، و میگه آره من مرموز کار میکنم، نمیفهمی قصد و قرض من چی بوده از اون کار. کی اینجوری دنبال منه؟ خب بریم سراغ ویژن بعدی. کتاب جوزف، کتاب من، خجالت من، سرفکندگی من، چپتر ششم کتابشه، حقیقت. اگه دارید اینو میخونید پس امیدی هست. امید اون صخره‌ایه که ما روش آیندهمون رو میسازیم. بدون تنها نیستی وقتی که کسی داری که دوستت داشته باشه. و حوصله ندارم همش رو بخونم. آخرش هم نوشته باید ایمان داشته باشی. ما یه خانواده ایم، من پدر شما و شما فرزندان منید، و با هم دیگه میریم رژه، میریم به سمت دروازه ایده. خب آخ آخ، شب شده، روحا اومدن. اصلا حواسم به روحا نبود. میگم چه صدای عجیبی داره میاد. بیم تو کردن روحا ما رو خفت میکنن. تمام زندگیم کلی اشتباه بوده چی، و به اون انگار برمیگردم به عقب و به اون اشتباهات نگاه میکنم و امیدوارم که به رستگاری برسم. This is my life. زندگی منه که جلوم پهن شده و اینطوری تموم میشه. تو میتونی از هر چیزی جون سالم به در ببری فرزند من، اگه به من اعتماد کنی. نجم، خب این جنازه خودشه زیر درخت. اینجا دیالوگی میگفت قبلا، نگفت دیالوگشو، چه عجیب. جنازه خودشه و تو هر کدوم از این درها یه دونه از اعضای خانوادش که از اینجا شروع میکنیم. این چیز دیگه، اون دادش بزرگشه، سربازه جیکوب، و نجاتشون بدیم. و بعد یه سری توضیحات راجع به گذشتهشون میشه. جیکوب، are you here? جیکوب اینجایی؟ هیچ وقت فکر نمیکردم که از تو کمک بخوام، ولی لعنتی باز کمکم کنی. البته دارم میام. خب آره میام اینجا. تو هر کدوم از این درها یکی از اعضای خانوادهشه، نجاتشون میدیم و یه سری اطلاعات بیشتر کسب میکنیم راجع به گذشتهشون. اومدن جوزف. حالا همطور که قول دادی قبلا منو ازم محافظت میکنی یا چی؟ بیاین. نه یاین. خیلی زیاد اومدی. اینا رو نگاه کن، فهم کنن سربازه، بر علیه ما دارن میجنگن. جوزف تحتیمشونو بده. نزیو بمیرم. وای چقدر زیاده. نشون بده که با خانواده سید نمیتونن در بیفته. بابا فرار نکن دیگه. بیا. میبینی؟ اونا به رهبر نیاز داشتن.
به یکی نیاز داشتن که اونا رو سر و سامون بده، بهشون بگه چیکار کنن چیکار نکنن. بدون ما اونا یه مش حیوان بیش نیسته. سلام، به شنگام تحکیشید، به شنگ بده، متشکر. تمومه؟ کاش فشنگاشو برمیداشتم. خونه بعدی بریم. تو منو نجات دادی برادر، همونطور که گفتی. ممنونه. میدونم این واقعی نیست، میدونه، ولی کم و کار بعدی تمومه. خب حالا باید داستان جیکوب رو بخونی که خودش میخونه دیگه، تموم میشه، کار خاصی نمیکنه. داستانش هم الان برای ما نشون میده عزیزان. خنده‌دار نیست، من شوخی نمیکنم. میدونم اسلحه‌شو کجا نگه میداره و میدونم چجوری از اون اسلحه استفاده کنم. اونطور که اون جانو میزنه یا باید دخلمون رو بیارم یا خودمون دخلمون میاد. میگه یه اون داره انگار با جوزف بچند، جیکوب و جوزف بچگی هاشونه و جیکوب تصمیم گرفته که اصلاحی باباشو برده باباشو بکشه، چون اینا رو میزده باشون بدرفتاری میکرده. جوزف هم ترسیده و میگه نه، اگه تو اونو بکشی اونا ما رو اصلا جدا میکنن، میریم تو پرورشگاه و این خونه هایی که بچه به سرپرستی میگیرن و دیگه خانواده نیستیم و اصلا میپاشیم و نمیتونیم دیگه کنار هم باشیم. ما خانواده خودمون میشیم، خودمون ستا، من و تو جان، بی خیال این قضیه، بذار بزرگ شیم، خودمون گورمون رو گم میکنیم، از این اصلا میریم کنار، دور میشیم ازش. خب داشت میگفت نه دیگه وقت ترسیدن تموم شده دیگه، باید باش بجنگیم، باید از خودمون دفاع کنیم. جوزف هم گفت نه جیکوب صبر کن و حالا داره میگه آره ما فقط بچه بودیم، ولی کماکان جیکوب هر کار که میتونست رو انجام داد که از اون محافظت کنه و امنیت ما رو برقرار کنه. این جعبه موسیقیش هم تو دستشه و باریکلا. بریم سراغ برادر جان داشت کوچکشو. جانز چرچ، کلیسای جان. تو ای جوزف؟ من اینجا. الان میام عیزه، دوون بیار، بذارم این جونا رو جمع کنم که وضعیت جونم بعدم نیست. حالا بعدم نیست، راضیم. نه دارم میام پدر، اونا عصبی هن. هوب کانتی و جایی که علامت زده عجیه. خب این داداشمون اینجا بود. اینجا دقیقا همون جاییست که تو فارکر پنجینا مردن، نه؟ برا خدا من دیگه تعمال درد ندادم. یا خدا چرا اینجوری دارن میان اینا؟ یا چرا اینجوری دارن میان؟ آره داشت بزرگ خودمه، بزن پارشون کن. اوف چه سنگین زد. چرا اینطوری اومدید؟ گرخیدن. اوف چه چه خوشگلی خود. تمومه. خب اینم بگیر، فشنگارم بده، انجامش دادی. میدونی همیشه بیشتر از من میدیدی، بیشتر از من میتونستی کارا رو یه سری کارا رو انجام بدی و ما قرار بود که این کالپس و این فروپاشیدن دنیا رو با هم تجربه کنیم و تو هممون رو نجات میدادی. ممنونم جان، ممنونم. خب برای داستان جان رو بخونیم و بیم سراغ فیث.
جان به معلم راجع بابا گفتی؟ گفتی مگه نه؟ خب گفتم که چی؟ نمیفهمی؟ اونا میبرنت از اینجا. هیچ کسی اونجا نیست که نجاتت بده. دیگه برادری نخواهی داشت. چی من چی سب کن؟ نه من فقط خواستم اون دیگه این کارش رو بذاری کنار. فقط میخواستم مجبورش کنم بیخیال شه. تمام زندگی من فقط میخواستم ازش محافظت کنم. برادر کوچولو عزیزم، باعث سرفکندگی اون شدم بارها. خب پس این کوچولو موچولو بوده، بچه تر بوده، از همشون بابای میزدتش، رفته به معلم گفته، براشون درد سر ایجاد کرده دیگه. عجب. خب آخ این اصلا سختر. فیث توی؟ من اومدم پیش تو برای یک زندگی جدید و تو بهم قول دادی که اونو بهم میدی. بولی کردی منو، ازم سوء استفاده کردی، تعرض کردی بهم همیشه. چی؟ نه ببخشید، میگه من بولی شده بودم تو زندگیم، تعرض شده بود بهم، همیشه تنها بودم و همین مسیر رو طی کردم همینجوری تا وقتی که تو رو پیدا کردم. من نمیخوام بمیرم، نجات هم بده، لطفاً کمکم کن. هر جا تو ترجمه ها که شو کرده باشم زینویس میکنم. یه اونا چیزی که ما ساختیم و میخوان از ما بگیرن برای خودشون بردن. یا خدا نمیر تو رو خدا نمیر، تو رو خدا نمیر. بذار این تیکر زینویس کنم، یه خیلی بیشرفه. نمیخوام زنده بمونم پدر، با تو زندگی کنم. بودو ما این مسیر رو نمیخوان، دیگه نمیخوان. ما اونا رو دعوت کردیم تو خونمون، تو قلبمون، و اینطوری جواب محبت های ما رو میدن. تمومه. تو ناجی منی جوزف، همینطور که همیشه گفتی، همینطور که من همیشه باور داشتم. فیث معصوم دوست داشتنی من، کلمات تو منو به وجد میارم. خب حالا داستان فیث رو ببینیم. پدر، اولین بار که منو پیدا کردی یادته؟ من خیلی خوشحال بودم، سریع بهت اعتماد کردم، قلبمو بهت دادم، همه چیز رو پیشکشت کردم و تو اونا رو گرفتی، گرفتی و انقدر گرفتی که دیگه هیچ چیز از من باقی نموند. هیچ چیز. نه من خیلی در قبالش بهت دادم، یه شانس بهت دادم، یه هدف بهت دادم. ما یه خانواده بودیم فیث. هجه دروغا رو همینطور به خودت بگو. آشغال. آخه اونا بیشتر از چیزی که بهشون قول داده بودم، حتی بیشتر از اونها لیاقت داشتم. عجب. خب بریم سراغ کلیسا حالا. یه تیکه آخر چیز اینجا برمیداریم، صلیب و معمولیت اینو میریم و بعدم میایم اینجا که فرار میکنیم دیگه از اینجا. حالا درک میکنی؟ اونا مردن که تو بتونی زنده باشی، زندگی کنی، بتونی پیشرفت کنی. یه ازم نافرمانی کنی
تمام کاری که اینا کردن بیهوده خواهد بود. اگه ازم از فرمان من سرپیچی کنی نابود میشی تو. تنها راهی که من میتونم دوباره به اونو ملحق شم از طریق مرگه. همچین انتخابی نداری، ما همچین انتخابی نداریم. شب تموم شد، خب ما باید بریم این ور. دشمنه که دورم بودن همه روح بودن، به خاطر همین غیب شدن. تمام این مردم مجبورشون کردم که گوش کنن، مجبورشون کردم که ببینن. این تازه شروع بود. بهشون گفتم که ازشون محافظت میکنم. نگفت این تازه شروع بود، گفت اینجا شروع ماجرا بود. شروع ماجرا از اینجا رقم خورد. چرا؟ چون که این کلیسای جروم. عزیزان اگه جرومو نمیشناسید الان میریم میفهمیم ماجرا چیه. خب یه خورده طول میکشه تا به اصل ماجرا برسیم، خیلی بخشی سخته، مخصوصا روی این درجه سختی. آها، سه تا از اینا هست، اینا رو باید بزنم. من مسیح نیستم، من ناجی نیستم. ای بابا، اوه تقو نگاه کنید. خب بذار که من برم این چیزا رو کار معمولیت انجام بدم، فکر کنم بهتر باشه تا اینا رو بکشیم یکی یکی. بمیر دیگه. فقط گنده شون مونده دیگه ها، چون قد دور شدیم بیشرف. خب این از این، این از این. حالا یه گناه سرسری مکان رو فرا گرفته، ولی من اونو ورش میدارم، نابودش میکنم. گناه رو منو ببخشید، کاری که کردم رو ببخشید. من گذاشتم گلم بیراهه بره. نگار دارین صحبت ها رو با پیروانش میکنه دیگه، همینه که داریم باشون می جنگی. یا خدا، یا خدا، یا خدا، چه بد می زنه بابا، بی خیال. اوف، آرپیجی داره می زنه، بی شرف آرپیجی. داش چه صدای نجاستی تو از خودت می دی آخه؟ یا آمپوله دیگه، آمپول درد داره، به حس لذت بخشی که نداره این صدا رو می دی. نمی فهمم. آخ آخ اوه. وای 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 وای
خدا روش مصنوعیه خوب واقعا بعض وقتا رو اعصاب میره. همین بیش شرفه، همین بیش شرفه. اوه 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 خب باید بریم تو کلیسای جیرون، اصل مأموریت اون اینجاست. من نمیدونم چرا 3 ساعت با اینه درگیرم. آها خود جیرون این تو بود، اصلا حواسم نبود. قلب تو میبینه تو جیرون جفریز واقعی نیستی. جیرون اینجاست. کوفت بیاد، یکی بیاد، یکی بیاد، بیا. خیلی دوری داداش، با اومدن تال نکردن. کلا چه فایده ای داشت این کار. اوف خوشگل بچ مرد؟ بگوی که مرد. اون جرون کشتن دیگه، چرا نمیشه جرون بکش؟ وای 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 اینا ندیدم اصلا، وای بدبخ شد. وای جرون اومد. بی خیال سیزه ات تیر نگاه کن، نگاه کن تو رو خدا، نگاه کن تو رو خدا. فشنگ میخوام، فشنگ، فشنگ فشنگ بده من، بده من باری کلا. خب جون ندارم، وای جون ندارم، جون 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 بردو. یه جونم قبلش گرفتیم تو مسیر. ایوه اینم بده من. آخیش تو آزاد شدی یه دوست من. چرا این سختی ها تحمل میکنی؟ چرا این بار رو حمل میکنی؟ به دوش میکشی؟ تو به هدفت رسیدی؟ خب بیایم این ویژن رو هم با هم ببینیم. این هم یه نامه است راجع به جرومه. خب این از تیکه آخر صلیب. میبینی خدا، من به تو نیاز ندارم،
این مکان دوباره خالص شده. Untouched by my sins, just as I knew it could be. دیگه تحت تأثیر گناهان من نیست، همونطور که میدونستم میتونه باشه. خب عزیزان دلقدر، از اینکه ویژن آخر رو ببینیم یه توضیحات کلی بدم. الان دیگه صلیب رو کامل کردیم و این ویژن رو که ببینیم دیگه میریم سراغ بخش پایانی ماجرا. خب و تو اون کاتسینی که الان پخش شد، اون دودای زرد رنگی که پشت کلیسا دیدید، اونا همون انگار موج اون بمب اتمی بود که آخر فارکرای 5 میخوره. انگار توی مپ داره کلی بمب اتم میخوره و ما بعد از این موج فرار کنیم، خودمون رو برسونیم به اون دروازه ادن که با همین صلیبی که کامل کردیم باز میشه. و این میشه بخش پایانی ماجرا که حالا میریم با هم تجربهش میکنیم. این ویژنی که الان قراره با هم ببینیم هم مربوط میشه به جروم که یک کشیشی بوده، یه پدر روحانی بوده که ظاهرا با این داداشم دوست بوده و این میاد مثلا ازش میخواد که بذاره با پیروان شما آدمای تو اون کلیسا صحبت کنه و وقتی صحبت میکنه همه میدازه برای خودش. حالا ویژن رو با هم ببینیم. خب این جرومه داره این جوزف سید رو معرفی میکنه به کسی که تو کلیسان، میگه این مرد خودش رو وقف خدا کرده و تو مسیر درستی قرار گرفته و میخواد با شما صحبت کنه و گوشاتون رو قرض بدین به این برادرمون جوزف. وقتی تو این اتاق نگاه میکنم خدا درونم بلبشوی به پا میکنه. چیزی که شما حس میکنید رو حس میکنم، درک میکنم. شما حس میکنید رها شدید، شما حس میکنید که دنیا داره به پایان میرسه. بله بله، آمین آمین. و من اینجام که به شما بگم شما حق دارید، درست فکر میکنید. جرام میگه چی داره میگه؟ هر چیزی که فکر میکنید، هر چیزی که حس میکنید رو خدا گذاشته درون شما، توی قلب شما. و ما داریم نزدیک میشیم به لبه دنیا و داریم به فروپاشیدگی نزدیک میشیم، ولی ما افراد منتخب هستیم و من کسی هم که انتخاب شده توسط خدا که رهبری شما رو به عهده بگیره. جروم هم از اون سمت داره میگه آگاه باشید و حواستون به شیاطین و کسایی که میخوان شما رو به بیراهه ببرن باشه و حرفا اینو نپذیرید، باور نکنید. اونم از اون سمت داره میگه میخوایم از سیاستمدارای آلوده دور شیم، از اونایی که شما رو میخوان احساسات شما رو کنار بذارن و اون چیزی که شما میدونید و نادیده بگیرن. از اون جروم میگه این نمیدونم یه گرگ تو لباس گوسفند، نمیدونم، جدی نگیرید حرفاشو، باور نکنید. چیکار داری میکنی؟ این ملت نیومدن دنبال برادر و خواهر، اومدن دنبال یک پدر و حالا اونو دارن. عجب. و اینطوری این پیروان جروم رو میدازه واسه خودش و فرقش رو راه میندازه. استارت فرقش رو از اینجا میخوره عزیزان. و جروم مرد خوبی بود و من بهش خیانت کردم، گلش رو واسه خودم گرفتم و اونا رو داغون کردم. یه تو خودت رو تو اولویت قرار دادی و بقای خودت برات تو اولویت بود و این یه گناه نیست. تو عمل کردی و زنده موندی و پیشرفت میکنی و دستانا. چطور میتونم پیشرفت کنم وقتی تنها؟ این شک تو بذار کنار، مگه یادت رفته من چه کارایی برات کردم، چه چیزایی بهت گفتم و فلان و این حرفا؟ و برگرد به کلیسای ما و این شک تو بیخیال شو و برگرد تو آغوش گرم من و این داستانا. حالا آها، این بمبای اتم الان خورد دیگه. مثلا دویدن، فرار کردن، تو بذار کنار فرزندم، برگرد، بذار از هر دوم محافظت کنه. خب بذارید ما ببینم کدومو سمت. اوه اوه اوه، حلقه چقدر نزدیکه. بس سگدو بزنم خودم برسونم این کلیسای اصلی. برو برو برو، فقط برو، اینا بده من، برو برو. یا خدا یا خدا،
نزن اون شاتگانت، نزن بیش شرف، من جون ندارم این وضعیت، نزن اینطوری. وای 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 بهتر عجله کنی جوزف. وای بابا بی خیال، داشتم از مسیر رفتم این خلا، اصلا حواسم نبود که از این وسط میتونیم بندازیم بریم. خب خب لایک رو بکوبید عزیزان، اگر هنوز لایک نکردید، لایک ها جدیدن داره باز بیشتر میریزه و همیشه همینطوری میشه، سالی مثلا یکی دو سه ماهی اینطوری که لایک ها خیلی میریزه، نمیدونم ماجرا چیه، ولی یوتیوب خیلی سخت میگیره با اون وی پی ان هایی که داستان دارن و خیلی سختگیرانه تر رویت میکنه و لایک ها رو خیلی بیشتر میریزونه. و الان تو اون دو سه ماه قرار داریم، بخاطر همین لایک ها داره بیشتر میریزه. لایک بکنید، یه کامنت بذارید، عشق منید، دمتون گرم، بوس به یکایکتون، ایده منتظر توی جوزف، صدای جانه. حقیقت رو میبینم، اشتباه مسیرم رو میبینم، که بذار این اشتباهاتم رو بذارم کنار، جبرانشون کنم، بذار وارد ایدن شم، وارد بهشت شم، خدای من کمکم کن، اشتباهات رسم و رسومم و کاری که کردم رو میبینم الان، میفهمم، درک میکنم، باباری کلا بده من، اینم بده من. خب یه جونم بزنیم و نارنجکم اکویپ کنیم و الان باید چیکار کنم؟ آها باید برم در باز کنم، اصلا حواسم نبود دایره هم داره کوچیک کوچیک میشه، به نظر تو میرسم به در؟ خیلی ریسکی عمل کردم، اصلا حواسم نبود. بوتو 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 دروازه ایدن رو باز کردیم، گشودیم، قارچ بمب اتم به اصطلاح به این شکل و شمایل و این موج بمب اتم میگن قارچ اتم، قارچ اتمی همچین چیزی فکر کنم. کلی الان دشمن میزن سرمون و موج موج دشمن یاد و ما باید مقاومت کنیم که تو این درجه سختی اتمام پاره میشم. چی؟ نه نه چه اتفاقی داره میفته؟ اسکله اخمه میگه اسکل تو فکر کردی به همین کشکی میتونی این همه کاری که من کردم که ما زنده بمونیم، این همه نقشه هایی که من داشتم و این همه فرمان های من و این داستان ها رو نادیده بگیری و انگار همه رو همه نقشه های من رو نقشه براب کنی؟ من کسی هم که کنترل دستشه، اگه نمیتونی کاری که من ازت میخوام رو انجام بدی پس نابود میشی، کشته میشی. 5 تا موج دشمن داره میاد که باید ترتیب اینا رو بدیم دیگه عزیزان. اولیش خودشه، خوده، نه جانه، فکرم جوزف نوشته، یه احمق بوده، من متاسفم جان، منو ببخش، ای کفت. صدای حیوان میوان میاد عزیزان، بازی خوندنی موندنی هم زیاد داره ولی خوندنش هیچ اطلاعات مهمی نمیده، به خاطر همین چون نخوندم براتون. موج دوم، تو رو خدا بیخیال شو، بذار من آزاد از تو زندگی کنه، رها از تو به زندگیم ادامه بده. فیسه تو هنوز میخوای ما رو کنترل کنی، من تو رو نمیبخشم، ازم متنفرم. فیس فیس من ببخشید،
sorry, my family. I failed you. منو ببخشید خانواده من. من واسه سرفکندگی شما شده. برم کنین. این از موج دوم آمدیشیم برای موج سوم. باید یه راهی باشه که روح هم رو تطهیر کنم، که تو از ذهنم خارج کنم، از کلم بکشم بیرون. هر کدوم میگن ایسی چرتوفتا بهش میگن تیکه میندازن طلبکارانه. این همه میگه ببخشید خانواده من، من نمیدونم اونطوری که باید با شما رفتار نکردم و بد رفتاری کردم با تونو. چرتوپرد میگن، صحبت های مهمی نیست. جیکوب منو ببخش. اوف اوف اوف. بابا بی خیال میگه کی داره میزنه این؟ فشنگ از کجا بیارم؟ این پایینه که خب بذارید کامل پرشیم، بعد بیمی آخری رو بکشیم. خب به شنگ رو بده موج چهار. میدونم چه گناه هایی مرتکب شده، قبول نمی کنم که این اشتباهات رو تکرار کنم. این کارت رو بذار کنار، بذار توبه کنه. به زور نمیذاره توبه کنه. اینا رو نگاه کنیم. مهم نیست که آدم رو مردن، مهم نیست دیگه، مهم نیست تو زنده موندی، ما زنده موندیم، همین مهمه. من اینو نمیخوام، من تو رو نمیخوام. موج پنجم اومد. وای وای، از چند طرف دارن میان دیگه. این جنگی که درون تو داره شکل میگیره، درون تو داره میخروشه، رو بذار کنار، باید متوقف کنی. تو زنده موندی، قبول کن که زنده موندی، قبول کن که آدمو مردن و تو نجات پیدا کردی و
اینو قبول کن، کنار بیا با این موضوع، اینقدر عذاب وجدان نداشته باش. RPG رو بزنیم، بیشرف درد سر داره، درد سر سازه بابا. بی خیال لیگه. دیگه بی خیال لیگه. سنگین میزنه. بابا از همه طرف نگاه کن. پاشو 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 جون 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 نه تیر 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 بشن گله. کجا رفته قایم شد؟ نگاه کن کلا. تمومه. خب اینجا حالا یک دقیقه وقت داریم. اگه بریم تو اون دروازه ایدن انگار تسلیم این صدای شدیم و جوزف تصمیم میگیره که این مسیر اشتباه اومده و مثلا تصمیم میگیره که آره اشتباه کرده که شک کرده به این صدای و دوباره برمیگرده به آغوش گرم این صدا و دوباره میشه اون آدم سابق و من این بخشش رو تجربه کردم. خب یه بخش دیگه اینه که یه دقیقه ما الان وقتیم که تصمیم بگیریم که بمونیم اینجا و باز دوباره موج دشمن یاد و باشون میجنگیم و این نمیدونم ماجراش چی میشه. تو ما چند جهاش کو؟ آها میگه اگه بمونیم های اسکور رو بالاتر، یه امتیازی که میگیریم بیشتر میشه و بازی چالش برانگیزتر میشه و مثلا سخت‌تر میشه، همچین چیزی. پس ما میگیم تسلیم میشیم، میگه تسلیم میشیم عزیزان و اینجا دیالوگی رد و بدل میشه. حق با تو بود خدا ارباب، حق با شما بود. میدونستم برمیگردی فرزندم، چقدر روشنه. نجاتت میدم، هر دومون رو نجات میدم، از هر دومون محافظت میکنم در واقع. خب یوبیسافت شانگهای این DLC رو ساخته برای ما عزیزان و اینم از این DLC. جالبی بود. 1 ساعت و 52 دقیقه طول کشید تموم شد. 244 تا دشمن کشتم. 7 از 21 لوکیشن رو با هم دیدیم. 5 تا او آخرش رو 20 موج میتونسته بره، ما 5 تاشو رفتیم. عجب. خب عزیزان دل، این از DLC جوزف سید که خیلی باحال بود، خیلی عمق داد به کاراکتر. نسبت به اون دوتا DLC دیگه ضعیف‌تر عمل کرد به نظرم، ویژناش خیلی کمتر بود، چیزی که فهمیدیم راجع به کاراکتر، چیزی بیشتری که فهمیدیم خیلی کمتر بود، خیلی راز بزرگی برملا نشد، ولی خب خیلی کمک کرد به هر حال به فهم این کاراکتر، خیلی بهش عمق داد و دوست داشتم. من کلا این سه تا DLC رو، کلا DLC های فارکرای 6 رو دوست داشتم. از خود بازی هم خوش آمد، بازی شدیداً سرگرم کننده بود. از لازم میگم لازم ماموریتی خیلی میتونست بهتر باشه. ماموریت یوبیسافت کلا از یه جایی به بعد ماموریت فرعی تکراری میشن و حوصله سربر میشن، ولی به صورت کلی داستان خود بازی خوش آمد. نه که شاهکار بود، مثلا بهترین بازی عمرم بود، نه، ولی خیلی خوب بود و راضی بودم و سرگرم کننده بود برام. عزیزان دل، حالا میرسیم به پایان مخفی این DLC که خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه گفتگوی تلفنیه، یه گفتگوی یه طرف هست در واقع بین جوزف سید و همسرش. هی زنگ میزنه بهش که مثلا کجایی و اینا. هنوز دقیقا اون زمانیه که هنوز نفهمیده همسرش تصادف کرده و مرده و صدای انگار
جوسفی که عادی بوده، حالت عادی داشته، انسان معمولی بوده رو میشنوید قبل از اینکه دیوانه بشه و انقدر افراطی بشه و از اونور بوم بیفته و اون صدای کنترل رو به دست بگیره. صدای جوسف عادی رو میشنوید. خب من این کاتسین رو براتون میذارم با زیرنویس، ببینید، لذت برید، عشق کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب این داستان رو یادتون نره و من اینجا خدافظی میکنم. شما کاتسین رو ببینید با زیرنویس و دیگه ببینید ماجرا چه قراره و اگه فارکرای 5 رو تجربه کردید قطعا خیلی لذت میبرید از این کاتسینی که قرار ببینید. عشق منید و دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو دیدید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، بهتر کنید. مخلصم در ضمن منتظر ویدیوی DLC پیگرمین هم باشید، اونم باحاله و اون پایان مخفیش فوق العاده است، مغزتون میتره که اگه در جریانش نیستید صبر کنید با من تجربهش کنید. الان نرید سری گوگل کنید یا یوتیوب سرچ کنید این داستانا، صبر کنید با هم ببینیمش که عشق کنید. مخلصم تا یه ویدیو دیگه، یه قسمت دیگه، خداحافظ. Sorry, I can't come to the phone right now. I'm busy growing our little sprout. So leave me a message. God bless. Hey baby, it's me. I'm just calling to make sure you got the Sarah's okay. I worry a little. I just have a good time tonight, okay? And it'll be great to see Sarah, and I know you guys have a lot to catch up on. And I am going to, I got a plan and a project for tonight. I'm going to build the crib while you're gone. So you have a good time and enjoy the chat and enjoy dinner. And when you get back, there will be a surprise waiting for you. No, it's going to be good, I promise. Miss you already. Bye. Sorry, I can't come to the phone right now. I'm busy growing our little sprout. So leave me a message. God bless. Hey. So I've been trying to put the crib together. It's looking pretty good. There's supposed to be 4 sides to it, right? No, I'm kidding. It's finished. And I feel pretty good about things. I'm not saying you shouldn't check it over, but it looks good. I think our baby's gonna have sweet dreams in that crib someday. I love you. Call me back as soon as you get this, okay? Sorry, I can't come to the phone right now. I'm busy growing our little sprout. So leave me a message. God bless. Hey baby, it's me. I just haven't heard from you, and usually you're pretty good about calling me back, so just give me a call, okay? I'm worried. I love you so much. Can't wait to kiss that belly when you get back home. Bye.